من دیدم دیگه داره این نفسهای آخرش میشه، دویدم خودم زدم به اینا که بتونم، حالا دستم هم بسته بود، خودم داشتم کتک میخورم که از زیر دست پای اینا نجاتش بدم، ولی گرفتنم زدنم و خلاصه شروع کردم داد و فریاد، گرفتن کشوندنش کنار دیوار نشوندنش. یعنی خلاصه اونجا یک ساعت واقعا شکنجه میکردم به قصد نقص عضو. بعد تو همین وضعیت فرماندهشون اومد، حالا اسمشو به موقعش خواهیم گفت، یه نفر اومد فرمانده بالای اینا بود، یه عقید بود، یعنی یه سرهنگ تمام بود، عقید و رکن بود. ابراهیم کماری رفت به سمتش بهش گفت که ببین چرا اینجور، اعتراض کرد به شریط ابراهیم که اصلا آروم بایی نمیستد، همینجور داشت اعتراض میکرد، داشت به اینا اعتراض میکرد، به یه فرماندهشون گفتیم خلاصه این فرماندهشون شاید یکم حالیش بشه، یکم آدم باشه. رفت به این اعتراض کرد که خلاصه چرا داری اینجوری میگیری. این خود این فرمانده یه آدم قد بلند هیکلدار بود، این گلوی ابراهیم رو گرفت فشار داد، محکم کوبوندش به دیوار، با سر سرش رو کوبوند به دیوار، گفت اینجا عراقه، ما هر کاری دلمون میخواد میکنیم، شماها منافقین، تا حتی اگه بخوایم میتونیم همینجا همتون رو بکشیم. که دیگه ابراهیم هم با اون جسارتش تو سینه‌اش وایساد، هرچی از دهنش میرفت لاغی یقه اون و اربابش خمینی بود بهش گفت. این صحنه زدن ما بود، ما رو با همین اصلا بهتون میگم مثل این توطئه از قد چیده شده بود، اینا ما رو همینجور دست به دست بردن تو زندان، بعد ما رو بردن تو مرکز فوج، اونجا نشوندن زمین سرا همه شکسته، امکانات پزشکی که وجود نداشت، همون گل و خاک و اینا. موقع دو سه نفر من و مشفق و این اسد اینا بلند شدیم اعتراض کردن، یه فصل هم اونجا کتک خوردیم، بس اعتراض کردیم که چرا دارین اینجوری میکنین، بیاین به بچه‌ها رسیدگی کنین. بعد گفت باشه بهتون میرسیم،